یک روز تاریخی دیگر در تاریخ نوپای مردم سالاری در کشور. ساعت 6:30 صبح. اینجا چهارقلا مرکز رایدهی باقرالعلوم است. مردم از صبح زود در صفهای رایدهی هستند. معاون دوم رئیس جمهور برای رای دادن آمده است. پنج دقیقه به 8 مانده که این گونه غافلگیر می شود. با رئیس کمیسیون حرف می زند. خب اگر اینطور باشه که به کلی نشان می دهد که آمادگی از طرف کمیسیون نیست و مردم اینجا در صفهای طولانی منتظرند. پس از چند دقیقه کارمندان کمیسیون این گونه دست پاچه می رسند. هیچ کدام این پرسش ها در میان انبوهی از بی‌نظمی پاسخ ندارد. دیگر نمیدونم اصلا این مسئولین شما کجاست، کارمندان از نیامده سر کار خود، آمادگی قبلی از نگرفته، مواد آماده نیست. ما از این دوستا پرسان میکنیم کمی لیستی کسانی که ثبت نام کرده کجاست؟ هنوز خبری نیست، تازه اینجا یک دو میز آورده. او معاون رئیس جمهور است که پس از 45 دقیقه انتظار و چندین گفتگو و تلفن رای داد. اما در هنگام رای دادن این مقام هیچ ناظری حضور نداشت. مان صاحب دوم ریاست جمهوری آمده بودن و اونا رای خود استعمال کردن. متاسفانه یکی از ناظرین در اونجا وجود نداشت. چرا کمیسیون مسئول پذیر نیست این پروسه؟ و در اینجا حاجی محمد نام دارد. 80 سال زندگی، قصه و خستگی وطنش در چهره اش نمایان است. اما با این انگیزه. مرخراغنی دادا خپل پشتو کو خپل ری ور کو او خپل وطن محافظت کو. در مرکز دیگر اینجا مسجد سلمان فارسی است. حضور چشمگیر مردم در صفهای طولانی. حتی یک نفر تا حالا رای نداده. پش به جماعته اون تلفه هم ده پس میسته. قدم تلفه قاطی هم ده اینال ایج رای گری نیه مو تقای هم اینجا ساد چنی. اینه پای هم درد ندیگه بخی خوش کدن. اما این محل تا ساعت 2:30 همچنان بسته است. نگران وضع امنیتی و حضور لحظه به لحظه مردم هستند. اما این نگرانی تا ساعتها دوام میکند. مرکز دیگر رایدهی. ساعت 10:40. مسجد محمدیه کارت 3 کابل. بی نظمی و سر و صدای رای دهندگان. هیچ کس در جای کار خودش نیست. با این همه رای دهی در اینجا با این هرج و مرج جریان دارد. ما از افتا نو آمدیم به هر بی نظمی صندوق آواز نشده بود، کارمندان نبود، سر صدا به اندازه بود. متاسفانه کمیسیون هیچ گونه آمادگی نداشتن و حتی امیالی هم که ما خدمت شما چیزی کم ده هست خیلی گزارش داریم که بسته است. حضور مردم در اینجا نیز گسترده و فراگیر است. اما روند کند و آهسته. خبری از نظم در کار رایدهی نیست. مرکز دیگر رایدهی، شهرک امید سبز، ساعت 11 پیش از چاشت. درهای مرکز رایدهی بسته است و مردم اینگونه انتظار میکشند. چهره های نگران، خسته و آفتاب خورده منتظرین برای رایدهی و اینجا جای خالی کارمندان کمیسیون. عدم مدیریت پروسه یک بدنامی بسیار فاحش برای کمیسیون انتخابات است و یک خیانت بسیار بزرگ به حق ملت. هیچ کس در بینتان رای نداده؟ شهرک محمدیه، آخر دشت برچی، ساعت 12:30. حالا ساعت 12:30 است و هنوز برنامه رایگیری شروع نشده. من شرمنده هستم، خجالت میکشم که بحث نماینده کمیسیون انتخابات از بین 45 نفر کارمندی که باید در این محل یا در این مرکز حضور داشته باشیم صرفا یک تنها من هستم. میگویند 9 مرکز رایدهی باید در اینجا باز میشد که فقط یک مرکز باز شد، آنم فقط در کمتر از 2 ساعت دوباره بسته شد. ما مجبور شویم، چه ما مظلوم شویم، ما مردم افغانستان.
اینجا آخر دشت برچی شهرک محمدیه و اینجا مکتب متوسط محمدیه، جایی که بیش از ده ها تن از مردان و زنان به خاطر از این که رای بتن حضور پیدا کردن، ولی آنچنانی که این افراد معترض هستند، خانمایی که در اوج دیده میشن و آقایانی که در اطراف ما هستند، سخنشانی است که روند رای دهی در اینجا آغاز نشده و کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات این مرکز را بستن و از اینجا رفتن. فرهناز فروتن، طلوع نیوز، کابل.